با الیدی که آشنا هستید، قطعه که در گجت ها و ابزارهای مختلف ازش استفاده میشه. حتی در پنل بعضی از موبایل ها هم از الیدی استفاده میشه. الیدی مخفف لایت امیتینگ دایود هستش. همونطور که از اسمش مشخصه، الیدی یک نوع دیود هستش. الیدی ها انواع مختلف با اندازه های مختلف دارن که کاربردهای مختلفی داره و در ابزارها و وسایل از اون استفاده میشه. الیدی سایزهای مختلفی داره که از 3 میلیمتر گرفته و تا 10 میلیمتر هم ادامه داره. البته یک نوع کوچیکتر به نام LED SMD هم وجود داره. SMD مخفف Surface Mount Device هستش که این نوع LED در آردوینو استفاده شده و میتونه سایزهای مختلفی داشته باشه و به طور کلی در پروژه هایی که ظریف‌تر هستن از این LED استفاده میشه. این نماد LED هستش که در شماتیک های مختلف با اون روبرو خواهید شد. اگه دقت بکنید متوجه میشید که نماد LED بسیار شبیه به دیود هستش، چرا که LED نوعی دیود هست. LED ها هم مثل دیود از دو قطعه نیمه هادی P و N تشکیل شده که باعث به وجود اومدن فوتون ها میشه که در واقع نوری هستش که ما از LED میبینیم. نکته ای که وجود داره این هست که رنگ نور LED بستگی به نیمه هادی LED خواهد داشت. جالبه بدونید که دیود ها هم فوتون رو تولید میکنن، اما این نوع فوتون در رنج بینایی چشم انسان قرار نداره، پس نمیتونیم اون رو ببینیم. پس فوتونی که LED به وجود میاره رو میتونیم ببینیم، اما نمیتونیم فوتون هایی که دیود به وجود میاره رو ببینیم. این جدول انواع نور هستش که به صورت ویوفرم نمایش داده شده که ما میتونیم نورهایی که در این بخش هست رو ببینیم و نورهای دیگه در رنج بینایی ما قرار نداره، پس نمیتونیم اون رو ببینیم. که اسمهای مختلفی هم داره که با اینفرارد آشنا هستید که در کنترل ها از این نوع استفاده میشه. اگه این نماد LED باشه، اینها پایه های مثبت و منفی اون هستند که به اون اصطلاحاً آنود و کاتود گفته میشه. اگه یک پیکان فرضی در نظر بگیریم، ابتدا این پیکان پایه مثبت و اگه یک خط در اینجا در نظر بگیریم، پایه مجاور اون پایه منفی LED خواهد بود. برای اینکه بتونیم پایه های مثبت و منفی رو روی LED تشخیص بدیم، میتونیم از اندازه پایه ها استفاده کنیم. پایه بزرگتر پایه مثبت و پایه کوچکتر پایه منفی خواهد بود. اما ممکنه اندازه پایه ها تغییر کرده باشن. در این صورت باید از روش دوم استفاده بکنیم. در این روش باید به داخل LED توجه بکنیم که اگه دقت بکنید دو صفحه فلزی وجود داره. پایه مجاور صفحه کوچکتر پایه مثبت و پایه مجاور صفحه بزرگتر پایه منفی LED خواهد بود. اما ممکنه این روش هم جوابگوی کار ما نباشه. در این صورت باید به پایین LED نگاه بکنیم. اگه دقت بکنید یک بریدگی وجود داره. این بریدگی نشون دهنده پایه منفی هستش. در نتیجه پایه مثبت پایه مخالف خواهد بود. برای اینکه به خاطر نگه دارید میتونید علامت منفی رو روی بریدگی در نظر بگیرید. جنس LED از رزین هستش که میتونه باعث بشه نورها به رنگهای مختلفی به وجود بیاد. LED ها نسبت به لامپ‌های رشته‌ای به صرفه تر هستن، چرا که برعکس لامپ‌های رشته‌ای در LED ها گرما لازمه روشنایی نیست. حالا بریم سراغ انواع مختلف LED. یک نوع LED داریم که 3 تا پایه داره که میتونه بیش از یک رنگ رو به وجود بیاره که با قرار دادن مدار در پایه های مختلف میتونیم رنگ های مختلف و یا ترکیبی از اون رنگ ها به وجود بیاریم. در این مدل LED ظاهری شبیه به LED های معمولی داریم، اما با جابجا کردن پایه ها میتونیم 2 رنگ رو به وجود بیاریم. در این حالت مشخص است که نمیتونیم 2 رنگ رو همزمان داشته باشیم. حالت دیگری داریم که به اون LED RGB میگیم که میتونه 3 رنگ اصلی رو تولید بکنه و با تغییر پایه ها میتونیم رنگ های مختلف رو به وجود بیاریم و علاوه میتونیم از ترکیب رنگ ها رنگ های دیگه ای رو هم خلق بکنیم. در ضمن با روشن کردن همه پایه ها میتونیم به رنگ سفید برسیم. در این نوع LED میتونیم اکثر رنگ ها رو به وجود بیاریم. این هم نمودار ترکیب رنگ هست که میتونیم برای به وجود آوردن رنگ های مختلف در این نوع LED ازش استفاده بکنیم.
این نوع LED هم ظاهراً کپی LED معمولی هستش، اما میتونه ترکیب‌های رنگی رو به صورت خودکار به وجود بیاره و تنها با دادن ولتاژ به اون میتونیم حالت رقص نور داشته باشیم. کنترل روشنایی و رنگ‌ها در این نوع LED بر عهده چیپی هستش که داخل LED قرار گرفته. LED هایی که بیش از دو پایه دارن به دو نوع آنود مشترک و کاتود مشترک تقسیم میشن که در حالت آنود مشترک دو یا چند LED پایه های منفیشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن، اما در حالت کاتود مشترک پایه های مثبت به اشتراک گذاشته میشه که این موضوع در 7 سگمنت ها بیشتر دیده میشه، چرا که تعداد پایه های بیشتری دارن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر این طور بوده خوشحال میشم اگه ویدیو رو لایک بکنید و اگه به این سبک محتوا علاقه دارید، من در این کانال تجربیات خودم درباره الکترونیک و آردوینو رو به اشتراک میذارم. میتونید سابسکرایب بکنید. مرسی بابت وقتی که گذاشتید. در ویدیو بعدی میبینمتون.